آقای حسن یاری، با توجه به اینکه اعتراف کردن در واقع منابع ایرانی که این حمله ماه گذشته پهپادی بوده، درباره این سایت چه اطلاعات و جزئیاتی در دسترسه؟ ببینید، جزئیات بسیار بسیار ناچیزی در دست است. چیزی که بسیار مهمه اینی که جنگی که بین ایران و اسرائیل صورت میگیره دیگه مرز نمیشناسه. خاک اسرائیل هست، خاک سوریه هست، خاک عراق هست و خلیج فارس. بنابراین اون چیزی که مهم هست این است که هر دو طرف نهایت سعی خود رو میکنن که از هر جایی که شده به طرف مقابل صدمات جدی و نظامی وارد کنن. سپاه به انهای مختلف سعی میکنه که در مورد قدرت دفاعی ایران جمهوری اسلامی مانور بده. با این وجود چطور این تعداد پهپاد از مرزهای دفاعی رد میشن و حملات نظامی رو در داخل ایران انجام میدن در منطقه کرمانشاه به نظر شما؟ این دقیقاً به اون معناست که ادعاهای سپاه ادعاهای بیپایه هستن، به خاطر اینکه این تعداد پهپاد وارد مرزی که هوایی کشور شدن چی و به خصوص کشوری که مدعی است از چنان توان بالایی برخوردار هست تقریبا غیر ممکن به نظر میرسه. بنابراین نشانه این هست که سپاه از یک طرف ادعاهایی داره و از طرف دیگر واقعیاتی وجود دارن که این یکی از اون نمونه هاست. بین انکارها و اصرارها آیا گزارش مستقلی وجود داره که تایید کنه حمله به اربیل عراق به خاطر در واقع با هدف حمله به یک سایت نظامی اسرائیل در این منطقه بوده به نظر شما؟ مطلقاً چون این چیزی وجود نداره، به خاطر اینکه به همین خاطر است که دولت عراق و دولت اقلیم کردستان گفتن که در این مورد تحقیق خواهند کرد. ولی چیزی که به نظر من بسیار مهمه اینه که سپاه بایستی عکس العملی نشون بده در برابر کشته هایی که در سوریه میده و این هم یکی از اون نمونه های دیگر هست. در مورد گذشته هم دیدیم که ادعاهای نظیر این ادعاها مطرح شده بود از جانب سپاه، مثلا در مورد حمله ای که به پایگاه آمریکایی ها در عراق شده بود، ولی قبل از اون آمریکایی ها رو خبر کرده بودن که از این پایگاه بروند و در نتیجه صرفاً یک نمایش قدرتی از جانب سپاه بوده. در این مورد هم چنین امری متصور هست.